رئیس اداره مراقبت‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از فروکش کردن موج اول همه‌گیری بیماری کووید 19 در خرداد خبر داده. دکتر عرفانی می‌گوید در تابستان شاهد موارد اندک ابتلا به این بیماری خواهیم بود، اما برآوردها نشان می‌دهد که موج دوم همه‌گیری کرونا در پاییز شروع می‌شود. به گفته رئیس اداره مراقبت‌های وزارت بهداشت، در این شرایط توصیه مهم بهداشتی به مردم این است که نکات پیشگیری را حتماً در تابستان و ماه‌های آینده همچنان رعایت کنند، چون بیماری کووید 19 به طور کامل خاموش نمی شود. با این مقدمه به سراغ خانم دکتر میرسیدی در استودیوی خبرهای کرونایی میریم تا اخبار بیشتر در این زمینه را از ایشون بشنویم. خانم دکتر سلام، ظهر شما بخیر. سلام عرض میکنم خانم حسینی و سلام به همه بینندگان عزیز. اخبار نیمروزی بعد از ظهرتون بخیر باشه. بله، امروز روز جهانی ماماست، خانم های توانمند و دانش آموخته‌ای که سلامت مادران و کودکان در کشور ما مدیون تلاش های اونهاست و این روزها هم در غربالگری کرونا به داد مردم رسیدن و تاثیر بسیار زیادی در بیماریابی داشتن. روزشون رو تبریک میگیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با تبریک روز جهانی ماما، ماماها رو از ارکان سلامت جامعه برشمرده. دکتر نمکی با بیانی که ماماها حق بزرگی برگردن نظام سلامت دارن، گفته ماماها و البته بهورزان در کنارشون در سالهای اخیر نقش ارزنده‌ای در کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران بر اثر عوارض بارداری و زایمان داشتن. معاون وزیر بهداشت هم ضمن دیدار از بیمارستان اکبرآبادی تهران از ماماهای برگزیده تجلیل کرده. زحمات این دست از همکاران پوشیده نیست. ما از نظر شاخص‌های بین‌المللی جزء کشورهایی هستیم که به اون هدف کاهش میزان مرگ و میر مادران و باردارمون رسیدیم، چون کشورها تقسیم بندی میشن بر اساس، یا در واقع دسته بندی میشن بر اساس میزان مرگ و میر مادران و باردار. خوشبختانه بعد از انقلاب ما به لحاظ افزایش تعداد متخصصین زنان و تربیت بسیار تعداد زیادی ماما در کشور، هم مراقبت دوران بارداریمون بهتر شد، هم خب بحث زایمان کیفیت بهتری پیدا کرد و دلیلش شد که ما بیش از 10 برابر کاهش مرگ و میر مادران و باردار داشتیم و از نظر سازمان بهداشت جهانی کشوری هستیم که جزء به اون اهداف کاهش مرگ و میر مادر و باردار رسیدیم. شمار موارد فوت و ثبت شده کرونا در آمریکا به حدود 67 هزار نفر رسیده. این رقم بیشتر از 1/3 جانباختگان کرونا در کل دنیاست و بیشتر از پیشبینی های قبلیه. شمار آمریکایی های مبتلا به کووید 19 هم نزدیک به 1,150,000 نفر شده که 22% مبتلایان جهان رو تشکیل میدن. طبق آمار رسمی در هر 44 ثانیه، یعنی در کمتر از 1 دقیقه، یک آمریکایی به علت کرونا فوت میکنه. جمهور آمریکا با این حال با رد انتقادها میگه اگر عمل کرده اون نبود، ممکن بود کرونا تا 2.5 میلیون آمریکایی رو از بین ببره. ترامپ این بار از احتمال تلفات حدود 90 هزار نفری کرونا در آمریکا سخن گفته. این ارقام تغییر کرده آقای رئیس جمهور. شما گفتید 50 تا 60 تا 70 هزار نفر، اکنون شما از 80 تا 90 هزار نفر حرف میزنید. من سابقا رقم 65 هزار نفر رو میگفتم و اکنون 80 تا 90 هزار نفر رو میگم. این روند میتونه سریعا افزایش پیدا کنه. CNN میگه آمارهای واقعی کرونایی ها در آمریکا بسیار بیشتر از آمارهای رسمی امروزیه و اون چه دیده میشه تنها نوک کوه یخه. نمیتوان در نبرد با ویروس کرونا پیروز شد، در حالی که همزمان آنگونه که ترامپ تلاش میکند با حقیقت جنگ کرد و هزینه این نبرد به بهای جان انسانها تمام میشود. روزنامه گاردین انگلیس نوشته در شرایطی که قرار از منابع مالی فدرال برای خروج اقتصادی آمریکا از تبعات کرونا هزینه بشه، روابط نزدیک رئیس جمهور آمریکا با حامیان مالی انتخاباتی رو نشون میده. حتی در دوره یک بحران ملی بی سابقه هم اولویت‌های ترامپ و ماشین تبلیغاتیش منافع شخصی و حمایت علنی از دوستان و پشتیبانان انتخاباتی اوست.
اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان پنج کشوری هستند که بعد از آمریکا به ترتیب بیشترین مبتلایان و جانباختگان رو در شیوع کرونا دارند. بعد از اونها هم روسیه، ترکیه و برزیل در قرار گرفته. در اسپانیا که تاکنون بیشترین آمار ابتلا با بیشتر از 247,000 نفر رو داره، قرار از امروز محدودیت‌های قرنطینه‌ای کاهش پیدا کنه. در ایتالیا که با حدود 29,000 جان باخته بیشترین مرگ و میر از کووید 19 رو در بین کشورهای اروپایی داره، در 48 ساعت گذشته تعداد مرگ و میرهای روزانه به کمترین میزان از 20 اسفند رسیده و دولت مردان به دنبال کاهش محدودیت‌های کرونایی بر اومدن. ایتالیا در پی کند شدن شیوع کرونا و همچنین برای پاسخ به تقاضاهای مردم و مشکلات بزرگ اقتصادی از امروز اجازه داده تا بیش از 4 میلیون نفر در بخش‌های تولیدی، عمده فروشی و ساختمانی بعد از 55 روز خونه نشینی به سر کار خودشون بازگردند. این کاهش محدودیت های قرنطینه‌ای در ایتالیا به معنی این نیست که هر کس میتونه به طور آزادانه بیرون بیاد و هر فردی که از خونش خارج بشه باید برگه به اصطلاح خود اظهاریه خودش رو با دلیل موجه همراه داشته باشه، چرا که در غیر این صورت توسط پلیس جریمه میشه. اما در انگلیس که در 2 هفته گذشته شمار جانباختگانش بیشتر از 13,000 نفر افزایش داشته و با حدود 29,000 جانباخته بیشترین درصد فوتی‌ها نسبت به مبتلایان رو در دنیا داره، احتمال میره با صعود 1 پله‌ای جای ایتالیا رو در جدول کرونایی‌ها بگیره. حالا انگلیس حتی بر اساس آمار دولتی به 3 کشور دارای بیشترین قربانی کرونا در دنیا تبدیل شده. در فرانسه هم که کرونا نزدیک به 25,000 قربانی گرفته، برای حساس کردن مردم در استفاده از ماسک صورت مجسمه های یکی از میدان های پاریس رو با ماسک پوشوندن. کاهش فعالیت های اقتصادی در فرانسه امروز خود رو به صورت کاهش شاخص بورس پاریس نشون داد. کاهش فعالیت ها و تردد ها هم باعث شده وضع آب و هوای بعضی شهرهای فرانسه که آلوده بوده بهتر بشه. ویروس کرونا هرچند نفس اقتصاد جهانی رو بریده، اما باعث شده کره زمین یه نفس راحت بکشه. سازمان مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پاریس اخیراً به این موضوع پرداخته و طی یک گزارشی اعلام کرده در 3 ماهه اول سال جاری میلادی انتشار گاز CO2 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% کاهش یافته. سازمان بین‌المللی انرژی نیز پیش بینی کرده در سال 2020 در مجموع شاهد کاهش آلودگی هوا به میزان 8% باشیم. کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا از رکود 5-10% در اقتصاد کشورهای اروپایی به علت شیوع کرونا سخن گفته. با نزولی شدن نسبی مرگ و میرها و مبتلایان شیوع کرونا، برخی کشورها از جمله آلمان، فرانسه، پرتغال، بلژیک، اتریش، یونان، ارمنستان، ایسلند، صربستان، لهستان، آلبانی، آفریقای جنوبی، قبرس، تونس و لبنان تصمیم گرفتن با رعایت مسائل بهداشتی محدودیت‌های کرونایی رو کاهش بدن. مدارس، مساجد، کلیساها، مرکز خرید و آرایشگاه هم در برخی از این کشورها به صورت مرحله‌ای بازگشایی شدند. در ترکیه وزیر بهداشت تعداد مبتلایان رو بیشتر از 126,000 نفر و جانباختگانشون رو 1,424 نفر اعلام کرده. وزیر بهداشت روسیه هم گفته این کشور بخشی از تدابیر محدود کننده برای کاهش شیوع کرونا رو تا زمان پیدا شدن واکسنی برای این بیماری همچنان حفظ می‌کنه. 134,687 مورد ابتلا به کووید 19 و 1,280 فوتی هم آماریه که وزیر بهداشت روسیه به رسانه‌ها اعلام کرده. الجزایر با تجدید نظر در کاهش تدابیر قرنطینه‌ای مجدداً برای مقابله با شیوع کرونا فروشگاه‌های این کشور رو تعطیل کرده. وزیر برنامه‌ریزی پاکستان هم گفته در صورت ادامه روند سعودی شیوع کرونا و پیشروی کشور به سمت قرنطینه، حدود 18 میلیون شاغل کار خودشون رو از دست میدن. بله، این در پاکستان بود.
طبق روال هر روز بعد از ظهر در اخبار نیمروزی در استودیو مهار کرونا به ستاد مرکزی مدیریت و مقابله با کرونا میایم در وزارت بهداشت و من گفتگو میکنم در این لحظه با آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت. سلام عرض میکنم آقای دکتر، آمار امروز رو برام گزارش کنید. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت از تالی و همه هموطنان عزیز بینندگان گرامی. خدمت شما عرض کنم در 24 ساعت گذشته حاصل تلاش همکاران ما در نظام آزمایشگاهی کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی 1223 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 بوده در سراسر کشور و با این رقم ما عملاً تا امروز 98647 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور شناسایی و ثبت کردیم. خدمت شما عرض کنم 79379 نفر که بیش از 80% از موارد ابتلا هست تا امروز بهبود پیدا کردن، که خب به هر حال جایگاه کشور ما رو در 5 کشور صدر جدول بهبود یافتگان در دنیا قرار میده، که البته با در نظر داشته پراکندگی جمعیت و فاکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی قاعدتاً توان و برتری بسیج ملی مقابله با کرونا در کشور حتی در مقایسه با کشورهای همتراز در این حوزه نشون خواهد داد. و البته خدمت شما عرض کنم 2676 مورد از مبتلایان قطعی به بیماری از هموطنانمون هنوز تحت درمان و مراقبت در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها در سراسر کشور هستند و متأسفانه در 24 ساعت گذشته هم ما 74 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادیم و تا این لحظه که در خدمت شما هستم 6277 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو میتونیم خدمت هموطنان عزیزمون گزارش کنیم. 508288 مورد تست PCR نهایی هم در کشور انجام شده و نهایی شده و گزارش شده و البته عرض کنم که همچنان توصیه ها بر رعایت همه نکات بهداشت فردی عمومی و مراعات فاصله گذاری با تأکید حتی دقت و جدیت بیشتر در این روزها بر جای خود باقی است، بر قوت خود باقی است و امیدواریم هموطنان عزیزمون اگر ما با تلاش این عزیزان و به مرحله مدیریت شده بیماری رسیدیم در روزهای آتی هم با استمرار و تداوم رفتار بهداشتی و مراعات فاصله گذاری که خواهند داشت انشاءالله این مسیر رو بتونیم ادامه بدیم و حتی شرایط بهتری رو در روزها و هفته‌های آینده تجربه کنیم. ممنونم، خدا قوت میگیم به شما آقای دکتر جهانپور و همه همکارانتون در وزارت بهداشت در بیمارستان های کشور. به هر حال آمار نشون میده که تا حدودی متعادل شده، امیدواریم که همچنان باقی بمونه و رو به صفر بذاره، هرچند که مردم عزیز حتی این گفته میشه از طرف وزارت بهداشت که ممکنه موج دوم و سوم کرونا رو داشته باشه. بحران جهانی کرونا با همه تلخی‌هاش اما در ایران ما محملی شده برای تجلی ایثار از خودگذشتگی و خدمت رسانی نیروهای مخلص جهادی به بیماران و سایر هموطنانمون. حرکت‌های خودجوش و تحسین برانگیزی که در دنیای منفعت طلب امروزی کم نظیر و بلکه بی نظیر. امروز حالم خیلی خیلی خوبه، خدایا این حال خوب از ما هیچ وقت نگیرش. آخر هر روز می رود می نشیند یک گوشه از بیمارستان و اتفاقات آن روز را برای خودش ثبت می کند، گاهی با یک صوت و گاهی با یک متن. می گوید تجربه های ناب اینجا بعدها دستگیرش خواهد شد. واقعا همش برای من درس بود. او یک جهادگر سلامته، جوان 30 ساله‌ای که از همون اولین روزهای اوج گرفتن کرونا به کمک کادر درمانی بیمارستان رفت. به خودم گفتم که تا بیخشم که میخوای بری نباید خسته بشی لحنت برگرده. در بیمارستان میشه همدم و کمک حال بیمارانی که اغلب جای پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگشن. یه مادری بود خیلی عاطفی وابسته بود به بچه‌هاش. نه یه روز آقا پسرش که صحبت کردن گفت اگه برات مقدوره من تماس تصویری انجام بدم
ببینیدش رو صحبت کنید. از اون روز به بعد دیگه فیلم شاد میگرفتن. برای شادی و روحیه بخشیدن به هر بیمار یک راه رو انتخاب میکنه. برای یکی گوش میشه و مینشینه پای درد دلهاش و برای دیگری پسر میشه و مینشینه جای فرزند نداشتش. یه مادر عزیزی بود، خانم 80 ساله‌ای بود، که خدا به من پسر نداده، دخترم نداده، من هیچ فرزندی ندارم. این من خدا دیگه به بهونه‌های مختلف ما رو صدا می‌کرد و هی پسرم صدا کردن، شروع می‌کرد دعا کردن، که من احساسم اینه که این دعاه انقدر برای ما خوب و مفیده و برای جامعه‌مون، که حالا من نمی‌دونم ثمرش تو زندگی خودمه، فرزندمه. شاید همین باوره که مهدی کشاورز و امثال او رو با وجود داشتن فرزند کوچک مشتاق کار در بیمارستان می‌کنه. مهدی کشاورز قبل از هر چیز یک معلمه. خیلی از دانش آموزان بچه های دهه 80 اینا شبا ساعت 12 تا 2 شب تو خیابون رو دارن صد دفونی میکنن. خب اینا ثمره کدوم مکتب هست؟ امروز آخرین روز کاری اوست. مدیریت خوب بیماری در بخش کرونای بیمارستان بهارلوی تهران نیاز این بخش رو به کمک‌های جهادی برطرف کرده. کسی که انتخاب میکنه خودش رو به عنوان نیرو جهادی دنبال تموم شدن شیفت و زمان نیست. برای مهدی کشاورز انگار پوشیدن این لباس بهایی داره که تنها با خدمت به مردم پرداخت میشه. یه مادر بود یه روز صدام که بدون مقدمه گفتش که آقا یه روزه از لباس برام میخونی؟ بعد دیگه من یه چند بیت شعر براش خوندم و تموم شد، گفتش که دعا کردیم و بریم، گفتش که حالا میشه منم برات بخونم؟ من خیلی برام جالب بود، گفتم اشکال نداره مادر بخون. که قبلش من اجازه گرفتم صداشو ضبط کردم تو کانال خاطرات یک طلب کرونایی هم صدای مادر رو گذاشتم. کامیت اول کس نگم بدنش من اون توی بلکسی کن دین رشید کیه دین آقا اینجا واسه. صبوری و مهر آقا مهدی کشاورز شاید یکی از اون خاطرات خوشی باشه که از این روزهای سخت در ذهن و دل بیماران بیمارستان بهارلو باقی بمونه. تو خودم معرفی کردم این مادر یه نگاه به من کرد و دستشو به حالت دعا برد بالا و من فکرم میخواد دعام بکنه، برگشت گفتش که خدایا من چه گناهی کردم که اینجام آخون باید بیاد بالا سر من. به نصف روز نکشید، یعنی من یه ساعت مونده بود شیفتم تموم بشه، ما تو یه نصف روز که کمکشون کردیم منو صدا کرد گفتش که مادر جون من معذرت میخوام صبح اینجوری بهت گفتم. فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر من، یعنی هر کی خدا دوست داره تو هم دوست داشته باش، یعنی ترازوی دلت بهش خدا، محبت واسه خدا نه واسه چشم و ابرو و خط و خال. اینجا جایی در حاشیه کرونا است، گوشه‌ای که در اون محبت داروی اصلی التیام و شفای بیمارانه. بحران‌های ملی در ایران حالا به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی و حضور فعال طلبه‌های جهادگر تبدیل شده، قشری که خدمت رو بخشی از مسئولیت و حتی وظیفه خودش میدونه. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. اخبار کرونا امروز رو با این خبر به پایان میرسونم. مدیر برنامه اضطراری سازمان بهداشت جهانی میگه هنوز افراد بسیاری هستند که مستعد ابتلا به کرونا هن و همه کشورها باید در مورد احتمال انتقال بیماری هوشیار باشن. حتی اگر در مرحله اول مهار ویروس کرونا موفق عمل کرده باشن. خانم ماریا ون کرکوف این رو هم گفته که استفاده از ماسک فقط برای افرادیه که به این بیماری مبتلا شدن یا احساس میکنن علائمی از ابتلا دارن و برای اونها توصیه میشه. ولی خب به هر حال ما میدونیم که باید اگر جایی فاصله ما با دیگران کم میشه و کمتر از یک متر حتما ماسک رو استفاده کنیم. از اینکه امروز هم در این بخش با من همراه بودی تشکر میکنم و شما رو به خانم حسینی میسپارم و ادامه اخبار امروز. ممنونم از شما خانم میرسیدی.